مسجد جامع نطنز در مرکز شهر نطنز قرار گرفته. اطلاعاتش رو در حین فیلم اعلام میکنم. مناره، مناره مجموعه تاریخی مسجد جامع نطنز بلند و زیبایی دارد که به واسطه سبک جالب و تزئینات کاشیکاری به ویژه کتیبه پهن و فیروزه‌ای در ساقه آن نیز بسیار از بازدیدکنان را جلب کرده است. این مناره 37 متر 20 سانت و 118 پله مارپیچی دارد. این مناره کبود رنگ خانقاه و در سردر سفید رنگ مسجد قرار دارد و با شبستان تاغداری که سطحش با فرش بخشه شیخ محمد عبدالصمد مصابی است به سایر قسمت مجموع متصل می شود. مسجد جامع نطنز میراث معماری شگفت انگیز دوره ایلخانیان می باشد. سردر خانقاه، سردر خانقاه با نقوش و طرح‌های گوناگون کاشیکاری شده، چشم‌نواز‌ترین قسمت مجموعه مسجد جامع نطنز به شما می‌رود. به نظر می‌رسد که بعد از پایان یافتن کار ساخت مسجد و بقعه شیخ عبدالصمد، کار بنایی ادامه یافته به ساختن خانقاه پرداخت شده. از آن فقط همین سردر باقی مانده است. در سال 1348 هجری شمسی روی در مرمز صورت گرفته است. در اغلب قسمت های سردر کاشی ها با رنگ فیروزه‌ای و لاجوردی و مقرنس‌کاری دیده می شود که نمونه بسیار زیبایی از بناهای کبود رنگ دوره موالی است. بقعه شیخ نورالدین عبدالصمد نطنزی، بقعه یا آرامگاه شیخ نورالدین عبدالصمد نطنزی گنبدی هشت وجهی مخروطی شکل دو جداره با دو پوسته دارد که تزئینات جداره بیرونی را آجر و کاشی های فیروزه‌ای رنگ و جداره داخل آن را مقرنس‌کاری گچی بی‌نظیر تشکیل می‌دهند. هنگامی که از مرکز بقعه به مقرنس‌کاری زیر گنبد نگاه می‌کنیم، تره گلی را می‌بینیم که گلبرگ‌های آن به سمت پایین باز شده‌اند و در قسمت قاعده گنبد کتیبه به صورت گچبری برجسته با خط سرخ روی زمینه گل بوته‌ای دیده می شود. این کتیبه شامل آخر آیه 167-8 و بخش اول آیه 169 سوره آل عمران است و در انتها آن نام خلیفه ابن حسین ماستوری به تاریخ 707 هجری قمری مشاهده می شود. بقعه یا آرامگاه دارای ازاره‌های چینی فوق‌العاده نفسی بوده که آن با کاشی‌های هشت فر زرین فام دوره ایلخانی تزئین و با کاشی های فیروزه‌ای چهار پر صلیبی شکل احاطه شده بود. کاشی های قسمت ازاره چینی و محراب بقعه در دوره قاجاریه به موزه ویکتوریا آلبرت لندن انتقال. در قسمت جنوبی مسجد کتیبه وجود دارد که توضیحات مختصری در مورد بنا به بازدید کنندگان می دهد. بر اساس این کتیبه بخش ایلخانی مسجد به دستور خلیفه حسین ابن ماستری در سال 704 هجری قمری ساخته شده و استادکار آن شمس الدین محمد نطنزی بوده است. روی در چوبی دولنگه مسجد منبتکاری های بسیار زیبا مشاهده می شود که قسمتی از منبتکاری های ها بر اثر عوامل جوی و در اثر تماس مستقیم با آفتاب ریزش داشته است. تاریخ ساخت در قسمت پایین لنگه سمت چپ در به صورت منبت به تاریخ 825 قمری دیده می شود که قدمت بالای 600 سال آن را نشان می دهد. ایوان جنوبی، محراب شبستان دارای کاشیکاری های نفیسی بود
که در دوره قاجار توسط یکی از شاهزادهای قاجار هنگام بازدید از مسجد جامع بیصغر رفت و در موزه لوور فرانسه در معرض نمایش گذاشته شده است. قسمت کف شبستان به صورت تخت فرش است که به علت وجود رشته قناتی که از داخل مسجد عبور می‌کند برای جلوگیری از نفوذ رطوبت به پایه‌های اصلی شبستان کانال کشی شده و روی آن تخت فرش کردند که جریان هوا در داخل کانال کشی ها باعث خنک شدن رطوبت زیر شبستان می شود. ایوان شمالی. در ایوان شمالی مسجد جامع نطنز دو مقرنس‌کاری گچی در دو طبقه و در دو کتیبه خودنمایی می کند. در کتیبه که به صورت گچبری برجسته با زمین گل و بوته دیده می شود قسمتی از سوره توبه نوشته شده. در انتهای این کتیبه تاریخ 709 هجری قمری و نام حیدر در آرایش های گچبری دیده می شود. گنبد دیلمی. هنگام ورود مسجد از دل جنوبی در به روبروی خود با دالان نسبتاً وسیعی مواجه می شویم که نسبت به سطح کوچه با اختلاف تفاوت 1.5 متری و 10 پله‌ای در ارتفاع پایین‌تری قرار دارد. در سمت راست دالان راهروی کوچکی قرار دارد که ما را به سمت شبستان 8 وجهی گنبددار هدایت می کند. این شبستان قدیم میترین گنبد آجری منطقه را با قدمتی بیش از 1040 سال دارد. در قسمت قاعده گنبد کتیبه به صورت آجر نوشته برجسته مربوط به دوره دیلمی آل بویه وجود دارد که بعدها در دوره صفوی روی کتیبه را با گچ پوشانده و کتیبه را به صورت گچبری تزیین کردند. لطفا منو سابسکرایب و فالو کنید. امیدوارم که خوشتون بیاد و براتون جذاب بشه.